میرزا احمد جور از دو فرزند خود را در سال 1996 و 1998 از دست داده است. فرزند او اشتراکچیان برقرار کنی ساخت کنستیتوسیون می باشند. حالا یاد فرزندان جوان مرگش می کند. او فخر از آن می کند که فرزندانش در راه وطن مادر جانشان را فدا نمودند. میرزا احمد شاعر وطن سرا بوده، تا امروز یاد از 10 کتابش را نشر نموده است. کتابهای نوشتهش با موضوعهای وطن دوستوری، توصیف منظرهای زیبای کشور، پیشوای ملت، مادر، فرزند بخشیده شده است. آخرین کتاب نوشتهش دست دعای مادر می باشد. همچنین کتاب فیضی پیشوا، تاج سر دوران ما، با قلم این شاعر به حساب می رود. میرزا احمد سنه 18 آوگوست سال 1930 به دنیا آمده، صاحب دو پسر گردیده است. پس از چند روز جشن میلادش بوده، به سن 90 می درآید. این طویل دره به وفات کرد. جنگ 96 سال ماه ایون گواردی پریزیدنتی و کار میکرد، کماندر. حد همین پیشوای ملت بیان، همین دوتا پسری من حمایه میکرد. اتریداش که هر دم مرادم صلح است و وحدت، شمسی عدالت، مهر و محبت، روزی دل من بیت و غزل هاست در شان و شان دولت و ملت. خداوند آمداراد جهان با صلح آراد، به هر یک بنده خاکی دلی پاک و مبراد. تشکیلات جمعیت اتفاق برقرار کنندگان ساخت کنستیتوسیون بخشیده به اید وحدت ملی با یک چند نفر اعضایان اویلهایی که فرزند یا همسرشان را در جنگ شهروندی سالهای 1992-1993 هلاک شدند یا معیوب گشتند، موادهای آزق واری تقسیم نمود. میرزا احمد نیز از آن قبیل اشخاصانی است که پسرانش معروف جان جورایف و مزبوط جان جورایف را در آن سالها از دست داده است. حالا یادآوری از فرزندانش کرده، برای این دو نفر شهیدانش دعا میکند. وای میفسانم، توبت میفسانم، یسوب به من دو بار رفته، من توبت کراندم. وای به لبی دایرو توبت کراندم. بنابر همین هم کاری اینو میکرگی، کاری اینو هیچ کس کره نمیتاند. چوه اینان ده یک قوه الهی هست. او حالا تنها یک آرزو دارد، میخواهد که مجسمه اشتراکچیان ساخت کنستیتوسیون در کشور ساخته شود. شرافت کامیلوا مادر حسین جان عمروف میباشد. فرزندش را پس از 15 روزه خانه‌دار شویش به حمایه وطن مادر روانه نمود، اما فرزندش دیگر بر نگشت. حالا از درد فرزند میسوزد، اما فخر میکند که فرزندش برای حمایه خاک وطن جان داده است. من سالی 93 شد حربی برا سویدلوسکی خدمت کرد. خدمت اومد گوید کار نیست کن شرایط واسه بین من یک تا خودم فرزند پدر نیست. مجبور شد همو اویده و کار بدر اومد. که 3 ماه شده که بود که اومد که بوا اکو ماهوی کماندی رفت که میبرا اکی جوه ها وای همین نزی که میبرد 3 روز رو بیمیبیم نمیه کفتو میبیم گفت آخای کتم دومو تینا و کیلین کدگی مرسه 15 روی شده کش نه حالی کیلین کدگیم بر روز دوم موچه بود همی خیلی گفت خای من بوار کدیم که کماندی رفت کودی گفتیم او کدی آورا تلویزور دیدی که نیه جنگ نمیدونم که یک مالی یک ماه میشد بچم نمیود اویدی و رفتم گفتم چو بچی من نه اون دوست میبیاد خال جا میبیاد خال جا وای اوجو مده خال افتیم دست بعد از وی یک ماه گذشت است که یعنی من هم تو خور رفتید بودم که رئیس کالخوز در اومدن هستم. آه گفتم ها بچه هم نیستمی بچه هم بودی چیه اومدی تا نمی اومدن که رئیس کالخوز قطار اومداشم منو تنده من همون شب آواده جماعت به بچه مدگی آواده که من نمی دونم فداشت است نمی دونم ساعتی هشنده مدی یک بار گیره اومدن دروب کدی اینجا من آوادم منو بوده بیچاره ها خداشان بوده گر کدم. من اکنون سالی 93 ایسی من شدیم بعد از وی دویم بسرم 33 سال وی مود بعد از وی 5 ماه دخترم مود وی مود من می یک بسرم مونده که اکنون من می منم که وی بین کدوست خیلی بیچاره خدا خیر اتیاد رحمت من پرازنیک شود اون دخور می گیرم اول می گیرم من این خدای حاجی خوستم برکه یا من الوی ساو شوم بچه آرزشون شکند هست سال یه بار منم
تبابت میفیستانم من رفته دمگیفته میبیام تو 3-4 بار پیستاندم همین کارهای نقص تشکیل کردیم نقص شده است او شکر گزار است اینجا و آسودگی کرده گفت که تشکیلات جمعیت اتفاقی برقرار کنندگان سخت کنستیوسیونه همیشه دستگیری نیازمندان و غمخوری آنها می باشد همچنین یک چند اویله های دیگر آنیز بخشیده به این عید ملی این تشکیلات براه برای غفران عطاخانوف زیارت نموده به آنها موادهای آذوقه‌واری یک وقته از قبیل آرد و روغن و غیره تأمین نمود این گونه کارهای خیر و ثواب در هر یک عید و ایام گذرانیده می شود غفران عطاخانوف رئیس تشکیلات جمعیت اتفاقی برقرار کنندگان سوخت کنستیتوسیونی نوحه بابوجان غفوروف در صحبت گفت که جمعیت دارای مسئولیتش محدود نعمتداران جمعیت دارای مسئولیتش محدود نیمروز جمعیت سهامی کشاده عبدالرحیم جمعیف و اورون خوجایف و غیره ها از قبیل آن تشکیلات کارخانه هایی می باشند که بهر کمک نیازمندان سهم خویش را پیوسته می گذارند ملت تاجیک از قدیم مردمی برحم و خیرخواه می باشند. از این سبب کمک کردن به نفران نیازمند کار خیر و ثواب به حساب می رود. حالا در نوحه بابا جان غفوروف 452 نفر اشتراکچیان ساخت کنستیتوسیونی زندگی دارند که از آنها 22 نفر اویله های هلاک شده و 12 نفر مایوبان گروه های دویم و سیوم می باشند. گزارش سید مختار سیدنور نسیم جان رحیموف از نوحه بابا جان غفوروف برای برنامه اطلاعاتی خبر.